بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بچه‌های پایه 11. خب امروز به دلیل اینکه اسکای روم یه خورده مشکل داشت، تصمیم گرفتیم که این 45 تست رو براتون سوال سختش رو فیلم ضبط کنیم و توی آپارات بذاریم. حالا چون که به منم دیر گفتن که کلاس اسکای روم رو نداریم، خودم اون سوال سختی که یعنی درجه سختی داشت توی همون لرنیتو رو فعلا انتخاب کردم. اول این سوالا رو یه مروری بکنیم و با هم حل کنیم تا ببینیم چی میشه. خب اولین سوالی که حل میکنیم سوال یکه. سوال یک چی میگه؟ میگه یه مربع سوال یک مربع ABCD داریم که طول زدش 2 و گفته که قطراش توی نقطه O با هم متقاطعه. خب حالا میگه اگه مساحت محصور بین این مربع و تصویر اون تحت تجانس به مرکز این نقطه O و نسبت که برابر 140 باشه کار رو پیدا کنید. خب الان میدیم مساحت این تیکه 4 مساحت ABCD. خب حالا اگه این مربع ABCD رو نسبت به او تجانس بدیم، یه حالا شکل اگه جا کمه یه شکل این شکلی میکشیم که این میشه تجانس این مربع نسبت به او. حالا گفته این ناحیه محصور بین این دوتا مربع خود شبیه مستطیل شده، این تیکه برابر چقدره؟ برابر 140. پس S1 برابر 140. حالا ببینیم S ABCD هست 4. خب الان بخوایم اگه بخوایم مساحت A' B' C' D' رو پیدا کنیم، ساده است، جمع این دوتا میشه. پس S A' B' C' D' از 144. خب پس حالا با داشتن این مساحت الان طول یه ضلع مربع به دست میاد، طول ضلع A' B' میشه 12. خب حالا با این حساب میتونیم نسبت تجانس رو به دست بیاریم. این دو مربع تجانس یافتهش 12. پس کا میشه 12/2 که میشه 6. این درسته؟ گزینه 4. خب این سوال یک. سوال بعدی سوال دهه. سوال ده سوال چی گفته؟ گفته که وسط اضلاع یک شیش ضلعی رو وسط اضلاعش رو به هم دیگه وصل میکنیم تا یک شیش ضلعی بزرگتر متوالی هن. یعنی این اول انتخاب میکنیم گفته وسط اضلاع با هم متوالی هم وصل می‌کنیم میشه یه شیش ضلعی دیگه. حالا میگه این شیش ضلعی اصلی ها حالا اسمشو بذاریم A B C D E F. اینا چطور میشه به این شیش ضلعی داخل شیش ضلعی سبز رنگ تبدیل کرد؟ خب همینطوری که نگاه میکنیم میبینیم که یه دونه دوران داره دیگه، یعنی یه شکلی خورده چرخیده. حالا باید ببینیم اینو به دست بیاریم. از یه طرف هم میبینیم که این شیسلی داخلیه که حالا اسمش رو بذاریم A' B' C' D' E' و F' یه خورده کوچیکتر هم شده، پس یه دون تجانس هم داره. خب حالا همه گزینه ها رو نگاه میکنیم میبینیم که خب همه شون یه دوران دارن و یه دون هم تجانس دارن. خب اینو حالا باید به دست بیاریم که چقدر دوران پیدا کرده و چقدر تجانس داره. خب الان اینجا اگه بخوایم اینجا رو بیایم دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که خب F اومده رو F' بخوایم این زاویه شو به دست بیاریم چجوری چیکار باید بکنیم؟
اول اینکه باید مرکز دوران رو پیدا کنیم. مرکز دوران هم پیدا کردنش راحته دیگه، کدوم چه نقطه ای هستش که فاصلش مثلا از F و F پریم با هم یکی باشه. خب اینجا میایم اول طول این زله رو به دست میاریم، این مثلا یه عددی میذاریم آ دوم، اینم آ دوم، اگه یعنی این زله آ به آ باشه. خب بعد حالا اینو میایم به دست میاریم، اینجا میبینیم که چند درجه است؟ 6 زلیه، پس 120 درجه است. اینجا 120 درجه باشه، این چون که متساوی ساقنی، اینجا میشه 30 درجه. خب اگه اینجا یه عمود وصل کنیم اینم نصف میکنه. خب آ دوم این وتره دیگه، پس اینجا چقدر میشه؟ میشه آ دوم ضرب در بزنید دقیق تر حساب کنیم، آ دوم ضرب در کوسینوس 30 درجه. کوسینوس 30 درجه رادیکال 3 دومه. خب پس میشه رادیکال 3 آ چهارم. پس این نصفه، پس 1 دومه ای پریم اف پریم، ای پریم اف پریم هست، این هم ضربه 1 دومه ای پریم اف پریم هست، رادیکال 3 چهارم آ. پس در نتیجه ای پریم اف پریم هست رادیکال 3 دوم آ. خب پس الان چیکار کردیم ما؟ الان ما اومدیم نسبت دو تا زل او به هم پیدا کردیم، یعنی نسبت آ به آ پریم به پریم، که این همون کای ما، کای نسبت تجانس. پس آ پریم به پریم به آ به هست رادیکال 3 دوم آ تقسیم بر آ، که آ با هم میره میمونه رادیکال 3 دوم. خب الان گزینه رو نگاه میکنیم. خب پس گزینه 1 و 2 حذف میشه چون که نسبت تجانسش رو به دست آوردیم. حالا باید دوران رو پیدا کنیم. دوران رو چیکار کنیم؟ ببینیم چقدر شکل چرخیده. برای دوران هم میان اول اگه بخوایم ببینیم چقدر چرخیده باید اینا حساب کنیم که اول مرکز دوران رو باید پیدا کنیم. مرکز دوران کجا باشه؟ جایی که این اول باید کوچیکتر بشه نسبت به این. پس این یه چیزه، اینو اگه نسبت به مرکز یه تجانس رادیکال 3 دوم بدیم، یه چیز این شکلی میشه. خب حالا بخواییم ببینیم این چقدر دوران پیدا کرده، انگار این رسه پا شده از اینجا اومده این من. اینو با هم وصل میکنی. خب حالا ببینیم چند تا از این تیکه ها داریم، اینم با هم وصل میکنی، همین ها همه اینو هم برابره. فقط اینجا رو فقط اشتباه کشیدیم، این هم میاد اینجا و خب تعداد زاویه اینه، همه این زاویه با هم برابره دیگه، 12 تا مثلا اسمش رو بزنیم 12 آلفا هست 360. پس آلفا میشه چقدر؟ 360 12 که میشه 30 درجه. خب پس زاویه دوران هم پیدا کردیم که میشه گزینه 4. خب حالا سوال بعدی که حل میکنیم سوال 14. این سوال یک رو پاک کنیم.
سال 14 چی میگه؟ میگه یه مثلث داریم یه مثلث آ بی آپری از وسطش از وسطش یه جوری این خطه رو رسم کرده این شکل رو بهمون داده که این ام او دو برابر اوسی باشه یعنی این ایکس این دو ایکس شکل یه خورده بد شد. خب حالا گفته چی؟ اگر آپریم تصویر تجانس اینم آپریم آپریم اگه تصویر آ نسبت تجانس او باشه و نسبت تجانس کا مقدار کار رو پیدا کنیم. خب عملا باید چیکار کنیم؟ این نسبت آپریم او به آ او رو پیدا کنیم. خب برای این کار چیکار میکنیم؟ اولین ایده‌ای که به ذهن میرسه چیه؟ چون که اینجا وسط رو داده خب میتونیم یه موازی با این اینجا رسم کنیم، موازی آپریم اینجا هم بذاریم اسمش امپریم. قبول؟ خب یعنی این حالا چون که موازی رسم کردیم پس اینجا هم وسطه، این هم موازی اینه. حالا از یه طرف دیگه داریم که آپریم هست دو برابر امپریم، معلومه دیگه تالسه دیگه، اون خطی که وسط ها رو به هم وصل میکنه نصف اون زل روبروش. خب اینو داریم. از یه طرف دیگه تو مثلث ام امپریم سی این ام امپریم موازی آپریم اوه. حالا از این پس اینم موازی اینه. حالا اینجا داریم که او سی نسبت او سی به سی ام رو داریم، پس نسبت آپریم او به ام امپریم ام هم داریم چون موازیه، چون او آپریم موازی ام امپریمه در نتیجه او آپریم به او آپریم به ام امپریم هست او سی به ام سی که هست یک سوم. خب پس الان ما چی رو پیدا کردیم؟ ما الان نسبت او آپریم به ام امپریم هم پیدا کردیم. حالا از یه طرفی هم ما نسبت آ آپریم به ام امپریم هم داشتیم. آ آپریم چیه؟ آ آپریم هست آ او به علاوه کا آ او به علاوه کا ضرب در آ او. کا ضرب در آ که میشه آ او در کا به علاوه یک. قبوله؟ خب از طرف دیگه هم اینجا داریم که او آپریم هستش یک سوم ام امپریم. خب از این چه جوری استفاده کنیم؟ آ او رو داریم نسبتش نسبت آ او رو داریم. حالا الان اینو مثلا بذاریم وای این میشه چی؟ آ آپریم میشه دو وای. خود دو وای الان آ آپریم دو وای دی خود دو وای پس میشه این خود دو وای هست آ او ضرب در کا به علاوه یک. حالا پس نسبت حالا نسبت آ آپریم او به آ او رو میخوایم که این میشه اینجا آ او هست. حالا نگاه کنید الان آ او رو داریم دو وای تقسیم بر کای به علاوه یک کای به علاوه یک. حالا آپریم او چیه؟ آپریم او از اینجا داریم دیگه. نگاه کنید آپریم او آپریم او هستش یک سوم. حالا نگاه کنید اینجا داریم آ آپریم به وای مساوی یک سوم در نتیجه او آپریم هست یک سوم وای. حالا یه خورد اینجا بد شد. پس آپریم او هست یک سوم وای. قبوله؟ خب حالا
حالا چیکار کنیم؟ او رو داریم. او هست. این دوبای آوریم. لحظه نه یه بار دیگه میدونیم. یه بار دیگه ام به ام پریم هست، این وای این دو وای، قبول؟ خب حالا این وای، حالا میخواییم این اینجا این تیکر رو به دست بیاریم. میدونیم که طبق تالس این چون با این موازیه او پریم او آ پریم به ام ام پریم هست، از چی هست؟ ایکس به سه ایکس که میشه یک سه. پس این وایه حالا پس چون ام ام پریم وای گذاشتیم، او آ پریم هست یک سوم وای. پس اینو بر اساس وای به دست آوردیم، قبول؟ حالا کاری که میکنیم چیه؟ کاری که الان قبول دارید آ پریم هم بر حسب وای داریم، آ پریم هم هست دو وای. خب حالا پس آ او هم راحت به دست میاد، آ او هست دو وای منهای یک سوم وای که میشه شیش منهای یک پنج سوم وای. پس حالا پس آ رو به دست آوردیم، او آ پریم هم به دست آوردیم. حالا بخوایم نسبت تجانس رو پیدا کنیم چی میشه؟ او آ پریم به او آ داریم دیگه، یک سوم وای به پنج سوم وای، سه واسه میشه. حالا یک پنجم این نسبت، یعنی خود اندازه شه، یعنی این اندازه ای رفتیم. منفی مثبتش یه جوری اصلا تو گزینه همش منفیه، پس همین الان گزینه سه معلومه. ولی خب ببینید چون که جه یعنی سمتش عوض شده رفته این ور، او نسبتش هم منفیه گفته، و چون که گفته آ پریم تصویر آ یک پنجم دیگه، پنج نیست. اگه میگفت آ تصویر آ پریمه، پس نسبت تجانس میشد پنج نه یک پنجم، و علامتش هم که منفی شد. خب اینم از این سوال. سوال بعدی سوال 15. آها این سوال هم که سر کلاس یه بار آقای زرین مطرح کرد، آیا نمیم دقیق کامل حل کرد یا نه، ولی خب سوال این هم سوال قشنگ. میگه در رسم بزرگترین مربع ممکن داخل مثلث ثابت به طوری که یک ضلع مربع منطبق بر ضلع بی سی باشه از کدام تبدیل هندسی استفاده میشه؟ حالا اینو من به صورت سریع مرور بکنم. مثلث آ ب سه، خب اگه یادتون بیاد چیکار میکردیم؟ میمدیم یه دونه اینجا پاره خط موازی به سه رسم میکردیم ام این، و حالا اینو یه مربع، همین یه مربع میکردیم که اینم پی و کیو. خب حالا برای اینکه این مربع بزرگترین مربع رو به دست بیاریم چیکار میکردیم؟ میمدیم از آ به پی وست میگردیم و میرسونیم اینجا پی پری، و به کیو وست میکردیم کیو پری. حالا از اینجا یه عمود رسم میکردیم و این میشد بزرگترین مربع، مربعی که میشد روی این زل کشید، که اینم بذاریم اسمشو مثلا ام پریم و ام پریم. پس بزرگترین مستطیل مربعی که میشه توی مثلث آبسه کشید رو بساز از تجانس دیگه، این انگار یه تجانسه که ام رو میبره رو ام پریم، ام رو میبره رو ام پریم و پی به پی پریم و کیو به کیو پریم. حالا خب
سوال بعدی، اینم گزینه دو میشه دیگه تجانس. سوال بعدی، سوال سی، اینم سوال آشنا، یعنی تقریبا دیدین دیگه شبیه شاید یه خورده فقط سخت‌ترش کرده، این دو مرحله ایش کرد. حالا فکرم عددی خواست در کنه این حالا. یه توی صفحه مختصات یه نقطه ای آ یه نقطه بی گفته دو نقطه N و M و N همیشه روی دو محور حرکت میکنم، یک کمترین اندازه خط شکسته M N B رو به دست بیاریم. همیشه اینجور سوالا رو برای یه دونه خط دیدیم، یعنی مثلا میگفت M رو جوری انتخاب کنید که مثلا M به علاوه M B کمترین حالت بشه که میبینیم باستاب میدیم. حالا دو مرحله کرده، یعنی دو تا محور کرده، خب ما هم میام دو بار این حرکت رو انجام میدیم، آ رو نسبت به این محور یه بار باستاب میدیم میشه آ پریم، حالا نسبت به این یکی محور باستاب میدیم میشه مدرس کنیم میشه اینجا میشه آزگوند. خب و ادعا میکنیم که این پاره خط رشبت شد، ادعا میکنیم که این پاره خط بی آزگان کمترین طول رو به همون میده، اینجا میشه N. خب و مشابهن اینجا هم میشه، برای اینکه M رو پیدا کنیم اینجا میشه M. خب حالا میگیم که بی آزگان کمترین طوله، حالا بعد بگیم چرا این دوتا هم برابره، چون که این حالا اینا بخوایم اینطوری بکشیم این عمود منصفه، پس این زل با این زل برابره و اینم که یعنی BN اینم از اینجا میکشیم اینم با این برابر میشه. خب الان یعنی چی شد؟ الان طول بی آزگوند هستش مساوی هست، یعنی بی آزگان مساوی با بی ان بلاوی این تیکش، کل این تیکی که با این کل این تیکه برابره دیگه، یعنی ان آزگان برابر ان آر پریمه. حالا این تیکه هم حالا تو خود ان آر پریم هم ام آر پریم مساویه ام آی ان آی. خب پس این پاره خطه برابره بی انه به علاوه یه ان امه به علاوه یه ام آ میشه که برابر با کوتاه‌ترین فاصله است. حالا این فقط مختصات دقیق خواسته کمترین اندازه خط شکسته، خب که این مختصات رو داره، باستابه که میتونیم انجام بدیم، اینجا یه نقطه میشه دوباره یه باستاب انجام میدیم اینجا یه نقطه میشه، یعنی این مختصات نقطه آ اینجا رو داریم آ بی بیرم داریم، حالا فاصله این دوتا نقطه رو به دست بیاریم میشه کوتاه‌ترین. مثلا حالا دیگه اینا عددیش رو حساب نمی کن. سوال بعد، سوال این سوال سی بود، سوال 31. سوال 31 چی میگه؟ میگه یه مثلث قائم الزاویه داریم که ارتفاعش وترش به نسبت 4 و 9 تقسیم کرده. خب مثلث قائم الزاویه رو میکشیم، حالا شکل بهتر بکشیم، یه خورده بهتر شد بازم. خب مثلث
آ 90 آ به 3 گفته ارتفاع آه زل بی سی رو به طول 4 و 9 تقسیم کرده. خب گفته چیکار میکنیم؟ گفته اچ رو میدیم نسبت به آبی و آسی باستاب میدیم و نقاطش رو پی و کیو میذاریم. یه باستاب نسبت به آبی، با یه رنگ دیگه بریم. این نقطه پی بذاریم اینو، یه باستاب نسبت به آسی، اسم اینم کیو بذاریم. خب حالا میام اینو به این وصل کنیم، اینم به این وصل کنیم. خب حالا قبول داریم که اینو فرض کنیم بتاست، اینم آلفا که اون موقع اینم آلفا میشه، اینم 90 بی، اینم بتا میشه. اینجا هم اینم عمود منصف، یعنی آبی عمود منصف پی اچه، پس اینم بتاست. اینجا هم این آسی عمود منصف اچ کیوه، پس اینم آلفا میشه. خب حالا یه اتفاق اینجا میفته، الان نکنید جمع این زاویه چقدر میشه؟ 2 بتاه به علاوه 2 آلفا، بتا به علاوه آلفا 90 دیگه، 2 بتا به علاوه 2 آلفا میشه 180. پس پی کیو خودش انگار، یعنی این خطه یه خط صافه، یعنی ما اندازه پی آ به علاوه آ کیو رو به دست بیاریم، انگار هم اندازه پی کیو رو به دست آوردیم. خب کار راحت تر شده خورده. حالا این اندازه رو چجوری به دست بیاریم؟ آها اینجا هم عمود منصفه، پس این یه پی آه ایچ یه مثلث متساوی ساقن، این دوتا با هم برابره، پس آه این ورم این دوتا با هم برابره، پس پی کیو هست 2 آه ایچ. حالا آه ایچ رو چجوری به دست بیاریم؟ آه ایچ هم یه رابطه یه تو مثلث متساوی، تو مثلث قائم مساوی داشتیم، آه ایچ به توان 2 هست حاصل ضرب این دوتا زلی که تقسیم میکنه BH در HC که میشه 9 4 تا 36 تا و AH میشه 6. در نتیجه PQ هم به دست میاد دیگه، PQ هم میشه 12. خب اینم از این سوال، سوال قشنگی بود. خب سوال 32 سوال قشنگه، ولی خب شاید بعضی اشتباه بکنم توی شمردنه، یعنی کل بدقلقه، فکر میکنی که درست حل کردیم، اینی که مثلا یه تیکشو هنوز جا انداختیم. خب اولین قدم میام چیکار میکنم؟ اولین قدم معلومه دیگه، این شکلش اول بکشم، شکلشو بهتر بکشیم، اینطوری میاد، اینم اینطوری میاد. خب این شکل داده، گفته که اینو با تغییر اضلاعش بدون اینکه محیط عوض بشه مساحتش رو تا حد امکان افزایش بدیم و نسبت هم خواسته. خب اینا هم همه زاویه حاده 60 درجه، همه اینا 60 درجه. خب میایم اول، خب اول کاری که میکنیم واضح دیگه، اینو باز میکنیم، یعنی میشه شکل نمون اینطوری، اینم باز میکنیم، همه اینم شسته دیگه، یعنی اداش شکل را بعد کشیدیم بخشی. خب پس تو اولین قدم میایم این دوتا رو باز کنیم. حالا برای اینکه از دستمون نره، اول مساحته رو یه معیار یه واحدی برای شمارش بزنیم، به نظرم این مثلثه کوچیک بهترین واحد شمارشه. الان نکنید تو شکل اصلی چند تا داریم؟ 1 2 3 4 5 6 6 بس مساحت اولیه مساوی 6 واحد. حالا اسم اینا رو واحد میذاریم. خب حالا پس یه دونه افزایش داریم، حالا بازم
یه افزایش دیگه راحت میتونه بدیم، این تیکه رو باز کنیم، اینا بیاریم بالا، اینم قرمزش خوب نیست. اینم بیاریم بالا و اینم بیاریم بالا، اینم بیاریم بالا، اینم بیاریم بالا، اینم بیاریم بالا. خب حالا ببینیم چند تا مثلث میشه. اول اینکه این زاویه 60 باشه، اینجا 120، اینجا هم 60 120، پس اینجا 120. یعنی این اشتباه نکنیم، پس اینجا یه خط بس کنیم 60. خب برای اینکه شکل قاطی نکنیم، شکل زیاد خوب نکشیم اسم میکنم، حالا چاره ای نیست، با همین باید ادامه بدیم. باز اینو میتونیم بزرگش کنیم به این شکل، واسیم هست اینجا فکرم چیز تغییر میکنه دیگه. فکر کنم میشه، اینم باز میکنیم، باید یه شکل آزم بهتر بکشم. خب یه بار دیگه اینو شکلشو بکشیم، اینم اینطوری، اینم اینطوری. این شکل خیلی تو اینجور سوال مهمه برای اینکه آدم قاطی نکنه. خب اول میایم باز میکنیم همینجا رو، حالا فعلا که پس به هیچ چیز دست نزدیم، یعنی به محیط دست نزدیم، فقط اینا رو برعکس کردیم. حالا اینجا رو برعکس میکنیم، خب و یه دنم اینجا الان چی میشه؟ خب شکل باز بد کشیدی، اینو باید قطع بکشیم. خب اول یه دونه باز میکنیم، پس تو الان چند تا مثلث شده؟ اگه اینا رو همه رو یه تیکه کنی، مثلث اولی S1مون 1 2 3 4 5 6 بوده، 1 2 3 4 5 6، حالا 7 8 9 10 11 12، پس استون فعلا شده 12، ولی باز می‌بینیم که جا داریم. خب حالا یه بار دیگه شکل رو درست می‌کشی، یه شکل
حالا چند تا میشه؟ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 که میشه اسمون پس میشه 24 یه شکل صاف میشه دیگه نمیشه اینا افزایش 6 داد حالا شکلی خوره بد شده پس S3 به S1 میشه 24 ششم که میشه 4 یعنی حد اکثر میشه 4 برابر که میشه گزینه 3 خب سوال بعدی سوال 34 سوال 34 چی میگه؟ میگه که دایره به قطر آب داریم یه دایره داری قطرش آبه خب نقطه M روی خط D بگونه ایست که MA علاوه MB خب خط D رو هم بکشیم بگونه ایست که خط ام آگه نمیدونه یه آم دایره در نقطه ام پریم قطع کنه اندازه ام پریم آ بلا و ام پریم به چقدر است خب این که قسمت ام پیده کردن ام که راحت بی رو باستا بیدیم بی پریم حالا آ رو به بی پریم وصل میکنیم این ام این پیده شد اینا که دهه خب حالا چی گفته اگر آم دایره را در نقطه ام پریم قطع کنیم ام پریم از اون اندازه ام پریم آ بعد ام پریم به چقدر است اینا میگیم خب سوال قشنگیش اولین نکته ای که میدونیم اینه که این که 90 چون که رو به قطر دیگه خب حالا این وسط و موازیه این موازیه آره خودش گفته به فاصله ده هست نیا کنیم وقتی میگه الان یه خط آبیه میگه خط دی به فاصله ده هست پاره خط آب مفروضی یعنی این با این موازیه و این فاصله ده پس اینم دهه پس اینم دهه حالا پس این با این موازیه طبق تالس وسط ها داره از وسط موازی رسونی به وسط این ورم وصل میشه اینم با این مساویه دهه اینم میشه پنج تا اینجا به دست آوردیم خب حالا چی میتونیم بگیم؟ آها الان نکنید قبول دارید ما مساحت مثلث آ نکنید الان ما این دوتا رو میخواییم دیگه اینو اینو میخواییم درسته حالا اول میخوام اینو به دست بیارم چرا چون ارتفاع دیگه الان از یه طرف مساحت AB B پریم از B M پریم در AB پریم میتونیم به دست بیاریم از یه طرف دیگه در B پریم B در AB حالا S اول اینطوری حساب میکنیم S AB در B B پریم B سب در 10 تقسیم بر 2 که میشه 100 مساحت اینو بس به دست آوردیم قبول حالا اول آ به پریم رو بیم حساب کنیم خب این که هیچ آ به پریم هست وتر آ بی بی و هست وتر مثلث آ بی بی پریم دیگه 10 20 میشه رادیکال 100 علاوه 400 مساوی رادیکال 500 10 رادیکال 5 اینم از این پس اینم به دست آوردیم حالا تمام میشه دیگه حالا از یه طرف میدونیم که S هست B M پریم در A B پریم که این هست B M پریم رو که نمیدونیم زب داره A B پریم هم که هست 10 رادیکال 5
که میشه، حالا اینم تقسیم بر دو شمون یادمون نره، که میشه 100 دو با 10 5، 5 با 100 20. پس بی ام پریم میشه 20 تقسیم بر رادیکال 5 که میشه 4 رادیکال 5. یعنی مخرج رو فقط گویا کردم دیگه، صورت مخرج رو در رادیکال 5 کردم، میشه 20 رادیکال 5 تقسیم بر 5 که میشه 4 رادیکال 5. پس بی ام پریم رو به دست بارم. حالا اینجا یه فیثاغورس بزنم، ام پریم هم به دست میاد دیگه، 4 رادیکال 5 به آبی به توان 2 که هست 100 مساویه ام پریم به توان 2 به علاوه ام پریم ب به توان 2 که میشه 16 ضرب در 5 که میشه 80. پس ام پریم میشه، ام پریم به توان 2 میشه 20، ام پریم میشه رادیکال 20 که میشه 2 رادیکال 5. تموم شد دیگه، یعنی آ امپریم رو به دست آوردیم، بی امپریم رو به دست آوردیم، پس جمعشون آ امپریم علاوه بی امپریم هست 6 رادیکال 5. این تو گزینه هست ان شاء الله. بعد گزینه 2. خب سوال بعدی، سوال بعدی سوال اسکل 35 همین قسمت. اینم سوال فکر کنم دیگه اینم تکراریه تقریبا، یه مرور سری بکنید. سوال 35 چی گفته؟ گفته که کنار رودخانه ها سه اسکله بسازیم، موقعیت دو اسکله آب مطابق شکل مشخصه، یه اینطوری آ ب. حالا دو تا اسکله رو همون داده آ ب، فاصله شون هم ثابته دی. یعنی این فاصله رو میتونیم دست بزنیم. میگه اسکله این رو تو جایی بسازیم، یعنی مثلا فرض کنیم اینجا باشه، که این فاصله ام آ بی، ببخشید ام آ بی ام کمترین فاصله ممکن باشه. خب برای اینکه اینو کم کنیم، خب چیکار می‌کنیم؟ هم یه سوال، یعنی فقط یعنی از این جهت دارم میگم که شاید صورت سوالی خورده سخت باشه، انگار ما داریم کوتاه‌ترین فاصله رفت و برگشت به این خط به بی رو حساب میکنیم، که خب باز آ رو مثلا با استاب میدیم میاد اینجا، این آ پریم ب رو هم وصل میکنیم، این نقطه ام میشه اون اسکله بعدی. چرا این کوتاه‌ترین مسیره؟ الان نگاه کنید اینجا اینو که میدیم کوتاه‌ترین مسیره، اینم با این برابره، پس تموم شد دیگه، این فاصله برابره اینه که اینم کوتاه‌ترین فاصله، پس ام اینطوری به دست میاریم که اصلا نخواسته و گفته همینجا فقط میدیم گزینه دو با استاب. سوال بعدی سوال 36، سوال 36 وقتم داره تموم میشه. یه دو نقطه یه خط داریم، خط دلتا آبی در یه طرفش هم به فاصله به ترتیب 2 1 آبی 2 1. خب و نقطه ام به گونه روی خط دلتا است که باز کوچکترین مقداره، همون مثل سوالی که داشتیم، همین الان به دستش بیاریم. چیو خواسته؟ اگه طول آبه برابر رادیکال 10 باشه، این برابر رادیکال 10، ام آ در ام بی رو به دست بیاریم. خب یه واسطاب بیدیم، یک بی پریم وصل میکنیم اینه. خب گفته که یه دونه اندازه ام آ در ام بی، ام آ در ام بی. خب برای اینکه اینو به دست بیاریم به نظر میاد که باید اینم رادیکال 10ش بعد کشیدم خط رادیکال 10، به نظر میاد که باید اول کار این فاصله رو به دست بیاریم و همین رو به دست بیاریم. الان
اگه اینجا به اندازه یک، یعنی به فاصله یک این تقسیم کنیم یک به دو تا پاره خط یک و یک، این با این موازی میشه و یه مستطیل شکل میده. یک رادیکال ده این میشه سه، درسته؟ نمیشه سه. خب از یه طرف دیگه، یعنی طوله، این هم بذاریم ام و ان، این قسمت نه ببخشی ام و پی و ان، پس پی ان سه، قبول. حالا این دوتا مثلث میدیم که من متشابه هم دیگه، این دوتا چرا؟ چون این با هم برابره، این هم 90، دو به یک، پس نسبت تشابهشون دو به یکه، پس پی ام به ام ان هست دو به یک. از یه طرفی هم میدیم جمع اینا سه، پس پی ام هست دو، ام ان هست یک. خب اینو به دست آوردیم، دو دو که این تشکیل یه مثلث متساوی و ساقین، یه قائم مزاوی متساوی و ساقین میده، دو دو باشه میشه دو رادیکال دو، اینم که هست یک، اینجا میشه رادیکال دو. چی خواسته؟ ضربشون خواسته، دو رادیکال دو در رادیکال دو هست چهار، این تو گزینه ها هست برای گزینه سه.